سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز و مهربونم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بالاخره نوبت خود منم رسید، یه ماشین بیاد تو که بالا خودم کارشناسیش بکنمش. از 200 تومن میخواستن یه ماشین بخرم، نخریدم، آخر 1 میلیارد مجبور شدم پولش دادم. هی صبر کردیم که ماشین بیاد پایین، دیدیم نه بابا هیچ فرجی نمیشه، بالاخره خریدمش. یه دونه پرادو 2008 دو سلک رنگ داره، بدون رنگش و به همین سلامت بدون رنگش میگن 1400-500. من دیدم ماشین به قیمته برای آفرود سبکی که خودم در نظر دارم برای من خوبه، کار من را میندازه. خریدم برای آفرود که 7 نفر هستم، ماشین 4 سیلنده ولی شتاب خوبی ندارن، تنبلن، ولی من کفی 178 قشنگ پر میکنه به راحتی، نیازی هم به سرعت زیاد ندارم. من اینکه آروم میرم کار منو را میندازه. خدمت شما عرض بکنم دو سلک رنگ داره ماشین، شاسی ماسی همه سالم مرتب. الان میریم باهاش یه دور میزنیم، مطمئن ماشین نرمترین ماشینی که شما میتونین سوار بشین، نرمترین و بهترین ماشینی که تونین سوار شین تو لول 1 میلیارد تومان همین ماشین است. لند کروز پرادو تو پستای قبلی هم بهتون گفتم، پرادو و لند کروز واقعا علو دست انداز، اگه بپریم شما هیچ احساس کوبشی نمی‌کنه، چون سیستم تعلیقش انقدر خوب طراحی شده که واقعا بی‌نظیره. با ما باشین بچه‌ها، یه دور باهاش می‌زنیم، امیدوارم همتون بخرید برای آفرود لذت ببرید. البته بعد داخل شهر یه خود مصرفش بالاست، ولی خب دیگه ماشینه دیگه، همینه، مهم نیست. قیمت بنزین تو مملکت ما واقعا ارزونه، مشکلی نداریم. با ما باشین بچه‌ها، دور می‌زنیم، از لذت سواریش براتون میگیم. بعد دازه در ذهن میگم ماشین 3 برگ سنده 214 تا واقعی کار کرده، فرمون اصلا نشیمنگاه همه چیش معلومه که نوعه، اصلا کلا به خاطر اینکه فنی خیلی خوبی داره من این ماشین رو خریدم. دوستان با ما باشین. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. نکته بهتون میگم راجع به کلس استارتر نسبی، به هیچ عنوان سعی کنید کلس استارتر نسبی رو ماشینتون نسب نکنید. ماشین از حالت استاندارد خارج میشه و فرمونش دیگه قفل نمیشه، یعنی به راحتی میتونم بدوزم ماشینو وقتی کلس استارتر نسبی روشه، چون اون سویچش قفلش مغزش میاد بیرون، دیگه فرمون حالت قفلی نداره. وقتی سویچ در میره فرمون قفل میشه دیگه، این تو این قضیه این مستثنا میشه. حتما به این قضیه دقت کنید، اصلا آپشن خوبی نیست مخصوصا نسبش. اگر رو ماشین فابریک هست تو خب اون خوبه، اگر شما بخواید نصب کنیم نصب نکنید روش. این یه توصیه برای شما. ببین دوستان، فرمون نگاه بکنید، آج فرمون نگاه بکنید چقدر قشنگ، نه فرمون روکشش عوض شده نه آجش از بین رفته. این یکی از این دلایلیه که باعث میشه شما بفهمید که این ماشین کارکردش هست یا نه، دست خورده هست یا نیست. خب الان میخوام روی دست انداز با سرعت تقریبا 60 بپریم، 70 تا نگید ماشین غریب است، ماشین خودم. ببینید بچه ها، انقدر راحت با 80 در دست انداز سرعتگیر بزرگ میپره ماشین، ولی اصلا احساس کوبش نمی کنم، فوق العاده است. من انقدر دوست دارم رانندگی با لند کروز پرادو رو. در زمانهای قدیمم خیلی لند کروز داشتم، موقعی لند کروز 100 تومن بود حداقل ما یه دونه دو تا می‌خریدم می‌فروختم. الان متاسفانه هر کدومش مینیمم شده 3 میلیارد تومان. ماشین واقعا عالیه، سواری خوب، نرم، راحت. توصیه من حتما به شما، تویوتا هست، تویوتا در اولویت همه ماشین هست، همه برند هست، واقعا ماشین های تویوتا مرگ ندارن. 4 سیلند هم شتابش دوستان خوب نیست، ولی برای کسایی که اهل سرعت شتاب نیستن جوابشون رو میده، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنن. دوستان گیروکس این ماشین انقدر نرم دنده عوض میکنه، اصلا آدم لذت میبره، واقعا عالیه. نه اینکه ماشین خودم باشه تعریفش بکنم، نه انصافا مرگ ندارن این ماشینا. شما اگه یه ماشین بخرید 2008 یه تعمیر موتور اساسی بکنی روی این ماشین، یعنی یه دست راتقان ثابت، رینگ، راتقان متحرک واسه این ماشین عوض بکنی، مینیمم 300,000 کیلومتر دیگه برای شما مینیمم کار میکنه، اگر سرویس های دوره‌ایش باز هم مرتب انجام بشه. یعنی فوق العاده است تویوتا دیگه، حرف اولو میزنه دیگه. من توصیه اول آخرم به شما فقط تویوتاست.
حالا دیگه برنده کیا و هیوندای و اینا دیگه، از میتسوبیشی و نمیدونم نیسان و اینا دیگه خیلی بد، خیلی با اختلاف پایین ترن. ماشین تو سربالایی چون چهار سیلندر نسبت به اتاقش سرعت و شتاب کمی داره، ولی قابل قبوله. مگه میخوام پرواز کنیم با ماشین؟ میخوای راه بری با ماشین که حالا با 120 نرو سربالایی رو با 80 برو، به جای بر نمیخوره. مهم اینه که یه ماشینی سواری که از لحاظ ایمنی فوق العاده است، از لحاظ هندلینگ فوق العاده است، از لحاظ البته هندلینگش یه خود نسبت به ماشین‌های سدان نه نمیشه قیاس کرد، نسبت به ماشین‌های SUV هندلینگش خیلی خوبه. من واقعا لذت میبرم. امیدوارم که همتون روزی ماشین‌های خوب بخرین، بیارین پیش ما، در خدمت شما باشیم. با افتخار و کمال میل پذیرای شما هستیم. محمد محمودی، شهرک قبل، جنب پمپ بنزین دالمار. میبینم دوستان دست انداز رو نگاه بکنید، این آخر کاری ببینید میخوام با چه سرعتی بپرم روش. نگاه کنید، آفرین آفرین به تو. ببین لذت بردم از این سرعتی، یعنی با سرعت 80 تا چنان پریدم، یعنی واقعا اصلا احساس کوبش نکردم. حالا میرم از آفرودم براتون فیلم میذارم، ببینید آفرود این ماشین چیه. تلاست تلا در خدمت شماییم.